خب قبل از اینکه شروع کنیم، من اومدم یه تست رندر گرفتم و قبل از اینکه رندر نهاییمون رو بگیریم حتما باید یه سری ایرادها رو برطرف کنیم. همونطور که میبینید یه سری مشکلات کلی در اینجا مشخص هستش. همونطور که میبینید مپین یا مقیاس دهی که برای این قسمت بتونی در اینجا داریم مشکل داره. همونطور که میبینید مقیاس متریال قسمت های بتونی برای تمام قسمت هایی که حالا متریال بتون دارن یک اندازه هستش و اینطوری خب نباید باشه و این رو باید اصلاح کنیم. خب پس اولین کار اصلاح کردن همین خواهد بودش. میرم یکی از اون آبجکت ها رو انتخاب میکنم، به مودیفای لیست میرم و یه دونه UVW map رو بهش میدم. مپینگش رو میزنم روی باکس. خب طول عرض و ارتفاعش رو 500 سانتی متر تنظیم میکنم و یک مکعب مربع رو داریم براش. حالا اگر بخوایم خودش رو تغییر بدیم میتونیم جیزماش رو بگیریم موف کنیم به حالا هر سمتی که دلمون بخواد و میتونید این یووی مپ رو به عنوان اینستنس کپی بگیرید روی تمام آبجکت هایی که حالا این متریال رو دارن. پس روش راست کلیک میکنم و کپی رو میزنم. بعدش به آبجکت های دیگه میرم که اون متریال رو دارن و پیس اینستنس رو میزنم و تمام آبجکت هایی که اون متریال رو دارن رو انتخاب و پیست میکنم اون رو مودیفایر رو روی همه اونها. خب الان دیگه میتونم مطمئن باشم که مقیاس تمام اون آبجکت های با متریال بوتون درست هستن. خب حالا میریم و نور کلی صحنه رو هم تنظیم میکنیم. موقعی که ما نورپردازی رو انجام دادیم یه متریال خاکستری برای کل صحنه داشتیم. حالا که کل متریال های ما تغییر کردند باید بریم و مجدد نورپردازی رو انجام بدیم. یک ذره باید اکسپوژر رو تغییر بدیم. میرم و کاد انوایرمنت رو میارم. اکسپوژر ولیو 1 رو دارم. اگر این عدد رو بالا ببرید نور کمتری وارد صحنه میشه و اگر عدد رو کم کنید نور بیشتری وارد صحنه‌تون میشه. پس میارمش پایین به 7 هم تغییرش میدم و میبینید که نورپردازی من، روشنای کلی صحنه من بهتر خواهد شد. دوباره میرم تست رندر رو میزنم. خب روشنای کلی من یه پله باز بهتر شدش، اما نمیشه خیلی اون رو ویرایش کرد چون کلی متریال ویری لایت رو اینجا داریم. همونطور که میبینید یک مشکل خیلی بزرگ در اینجا نودهای خیلی زیادی هستش که در اینجا مثلا تمام جایی که متریال دارند و نوری داخلشون تابیده شده اونجا ما نویز میبینیم. خب اگه ما بریم سابدی و اون نورها رو بالا ببریم مشکل نویزها رو برای تمام حالا اون نورها درست میکنه. اما یه راه برای اینکه این کار رو در واقع انجام دادنش راحت تر بکنه این هستش که فیلتر سلکشن رو از آل بیاردش روی لایت و اینطوری فقط لایت ها برای شما قابل انتخاب خواهند بود. خب الان خیلی راحت میشه با اینها کار کرد و حالا میرم دونه دونه نورها رو انتخاب میکنم، تنظیمشون میکنم. مثلا نیکی رو دارم در قسمت سمپلینگ. الان به صورت پیشفرض روی 8 هستش که یه عدد خیلی پایینه و برای تست رنده مناسب هستش. میتونید این رو تا حد خیلی زیادی بالا ببرید. برای این رندر من اون رو به 64 افزایش میدم و میشوف که برای بیشتر صحنه ها برای رندرهای نهایی مناسب هستش این همین عدده. و همین کار رو برای تک تک مابقی نورها هم میرم انجام میدم. سافدیوشون رو از 8 به 64 تغییر میدم. این قسمت ویدیو رو میزنیم جلو چون تکراری هستش. البته میدونید که بعضی از نورهام رو کپی اینستنس کردم، کافی یه دونش رو تغییر بدید مابقی هم تغییر خواهند کرد. فقط یادون باشه که سابدی و خود ویرستان رو هم بالا باید بالا ببرید و الان خیلی پایین هستش، روی 3 هست و اون رو هم به 64 تغییر میدم. خب حالا که این کار رو انجام دادیم و همهشون دیگه تموم شدن، در کلیپ بعدی میریم بقیه تنظیمات رو هم انجام میدیم.
ترجمه و دوبله جعفر سیدی، تیدی مکس فارسی دات